بیماری خیز یا ادم. چه موادی وارد این 10% میشن؟ موادی مثل چربی ها و ویتامین های محلول در چربی. خب عرض کنم خدمت شما که دیواره سخرک ها از ماهیچه صاف و بافت های کشسان گفتیم ساخته شده و نبض یک تعریفی داشت، تغییر حجم سخرک به دنبال هر انقباض که به صورت موجی در طول سخرک به وجود میاد. تغییر نبضی که ما احساس میکنیم، اون نبض تغییر حجم سخرک هست، به دنبال هر انقباضی هم اتفاق میفته. خب آقای گلباز، اینو میشه برای ما بیشتر توضیح بدی؟ چرا نمیشه؟ ببین شما فرض کن که این قلبه. خب قلب خون رو کجا وارد میکنه؟ قلب خون رو وارد میکنه به سخرک. اوکی آقا، وقتی که قلب وارد خون رو وارد سخرک میکنه، با یک نیروی وارد میکنه دیگه. این نیرو به دو بخش تقسیم میشه. یک بخشیش خب باعث جریان خون متناوب در طول سخرک میشه. بخش دیگری از این نیرو در دیواره سخرک ذخیره میشه که وقتی که قلب در حال انقباض نیست، وارد جریان خون بشه. خب این چیزی که بهتون گفتم دوباره تکرار میکنم بچه هام. گفتیم قلب در هنگام انقباض یک نیروی ایجاد میکنه. این نیرو دو تا کار انجام میده. یکی این که باعث جریان متناوب خون در رگ ها میشه. دو، با در دیواره سخرگ ذخیره میشه. خب در هنگامی که قلب دیگه انقباض خودش رو انجام نمیده، در این زمان عرض کنم که نیرویی که در دیواره سخرگ ذخیره شده خب برمیگرده به جریان خون و باعث جریان پیوسته خون میشود. بچه ها، به همین دلیل هست که ما دو تا فشار خون داریم: فشار خون بیشینه ماکسیموم، فشار خون کمینه. فشار خون بیشینه زمانی است که قلب پمپاژ رو انجام میده، فشار خون کمینه زمانی است که نیروهای ذخیره شده برمیگردن به جریان خون و باعث جریان پیوسته خون میشن. خب عرض کنم که بچه ها، فشار خون سخرک های بدن بیشترشون در قسمت های عمقی بدن قرار گرفته و به علت کاهش احتمال بریدگی این رگ ها و محل قرارگیری بیشتر سیاه رگ ها، این بیشتر خیلی مهمه، در قسمت های سطحی هر اندام هست. بچه فشار خون نیروییست خب که در هر نقطه از بدن به دیواره رگ وارد می شود. نیروییست که در هر نقطه به دیواره رگ وارد می شود. به این میگن فشار خون. بچه ها، فشار خون، نیروی فشار خون ناشی از انقباض دیواره بطنها یا سخرک هاست. یعنی این در واقع خود قلب هم یک نیروی ایجاد میکنه، خود دیواره سخرک ها هم یک نیروی ایجاد میکنند. این دوتا نیرو مجموعاً با هم میشه فشار خون. خب عرض کنم که ما دستگاه هایی که داریم برای اندازه گیری فشار خون عقربه‌ای و جیوه‌ای و دیجیتال هست. دو تا عدد نشون میده، فشار بیشینه، فشار کمینه. در حالت نرمال 120 میلیمتر جیوه فشار بیشینه ما هستش، 80 میلیمتر جیوه فشار کمینه ما هستش. خب بچه ها، در فشار بیشینه گفتیم که قلب خودش انقباض انجام میده، در فشار کمینه گفتیم که قلب داره استراحت میکنه و نیرویی که وارد رگ ها میشه از سخرگ ها در واقع میان و عوامل مؤثر بر فشار خون چاقی و تغذیه نامناسب و دخانیات و فشار روانی و استرس و سابقه خانوادگی هست. اما یک نکته ترکیبی میخوام براتون بگم و اون همین هست که هورمون های اپینفرین، نورپینفرین، آلدسترون و ضد ادراری که هر سه از بخش قشری قطعه فوق کلیه ترشح می شدن، می تونن باعث افزایش فشار خون بشن. خب مصرف قهوه و نسکافه هم در بیشتر اوقات فشار خون ما رو بیشتر می کنه و البته دوستان من، این موردی که بهتون گفتم، به طور مثال آلدسترون
آلدسترون خب چیکار میکرد آلدسترون؟ ببینید آلدسترون میومد و عرض کنم که میزان سدیم خون رو بیشتر میکرد، سدیم خون رو چیکار میکرد؟ افزایش میداد.